کشوری که همه منابعش رو قطع کردن و بریدن، کشوری که اتکای بودجش همیشه در تاریخ از زمانی که نفت کشف شده به نفت بوده و حالا نفت با این مشکلات روبرو هست، چجوری اداره میکنه کشور رو؟ دولت آمد صادرات غیر نفتی را جایگزین نفت کرد. این کار کار آسانی نبود. شما عمده ترین صادرات غیر نفتی که آمده در این سالهای اخیر ما رو یاری کرده و کمک کرده، فراورده، پتروشیمی، فولاد. البته موارد دیگر هم داریم، ولی این سه عمده است. بار سنگین رو بر دوش گرفته برای اینکه جای نفت رو پر کنه. خب شما میبینید صادرات غیر نفتی ما با واردات ما تقریبا کنار همن، ولو در این شرایط کرونایی سختم مثلا 40 میلیارد ما درآمد غیر نفتی ما بوده، فرض کنید 42 میلیارد واردات ما بوده، یه میلیارد کنیم میلیارد، دو میلیارد بالا پایین بوده. خیلی مهمه اداره کشور. خب میگیم کشور اداره شد، چجوری اداره شد؟ کیا این فولاد رو به اینجا رسوندن؟ کیا این پتروشیمی رو به اینجا رسوندن؟ کیا تونستن فراورده رو به اینجا برسانند؟ اونایی که ما رو تحریم کرده بودن که در مخیله اونها هم خطور نمی کرد که ما در منطقه بشیم صادر کننده بنزین. اونا همیشه تو فکرشون این بود که یکی از مقامات آمریکایی گفته بود ما فکر نمی کردیم که ما ایران تحریم کنیم و اون صادرات بنزین داشته باشه. ما فکر نمی کردیم. اونا می گفتن در واردات بنزین ما بریم جلوی ایران بگیریم، چون ما همیشه وارد کننده بنزین بودیم. امروز صادر کننده بنزین هستیم، امروز صادر کننده گاز هستیم، امروز صادر کننده برق هستیم. شما می بینید نسبت به کشورهای همسایه ما یکی از صادرات بزرگ و عمده ما، حالا قدیم اگر صادرات نفت بود، امروز صادرات گاز، صادرات فراورده است، صادرات برق. یک تحول بزرگ به وجود آمده.